یعنی فریفته شدن. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور، با زر و سیم و پول و اینا او را گولش بزن، فریبش بده. شه فرستاد اون طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول، یعنی بسیار با عدالت، تا سمرقند آمدند اون دو رسول. اون دو فرستاده از برای زرگر شنگ فضول، فضول دیگه، این حالا صفاتی است که مولانا به اون زرگر بیچاره داده، کجاش فضول بود یا فلان، ولی به هر حال برای اینکه قافیه هم درست در بیاد، اونها اون دو رسول آمدن به سمرقند و رفتن پیش اون زرگر. بعدم شروع کردن به هندوانه زیر بغلش گذاشتن که ای لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. گفتن تو خودت نمیدونی، مشهور جهانی، همه جا حرف تو رو میزنن، اسم تو در همه جا روان است و تو استاد معرفتی، استاد کامل این فن زرگری هستی. چون این چنین هستی، نک فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد، زیرا مهتری. چون اینجوری هستی، پادشاه میخواد که این سمت رو به تو بده. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. اینو فعلا قبول کن، بعدن هم که بیایی در حضور شاه اونجا دیگه مقامات بلند خواهی داشت. مرد مار و خلعت رو بسیار دید، قره شد از شهر و فرزندان برید. پولش چشمش که به پولا افتاد، فریفته شد دیگه، زن و فرزند و شهر و دیار و نه همه یادش رفت. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. نمیدونست که این سفر مرگ داره میره، به تعبیر مسیحی ها بوسه مرگ است، همون قصه ای که دارن، این ضرب المثل است، تعبیری است در ادبیات مسیحی خیلی تکرار میشه دیگه، که یهودا به سپاهیان پلاتوس گفت که من هر کسی رو که بوسیدم اون عیساست، او رو برین بگیرینش، چون خب معلوم نبود عیسی در میان اون جمع 12 نفره که. اینو بهش میگن بوسه مرگ، یعنی ظاهرا بوسه بود اما در واقع دعوت به کشتن بود. اینم همینطوره. باز یادتون باشه من گفتم به شما، قلب این داستانی است که کار از کار خیزد در جهان. چیزی شما در یک کاری میبینید، اون کار یه مقصد و غایت دیگری برای خود داره و او شما رو به دنبال خود میکشانه. یکیش خود عشق پادشاه بود به کنیزک که باعث شد که او راه پیدا کند به محضر اون طبیب الهی که قبلا دیدیم و همین رو گفت، گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. اینجا هم این بیچاره به هوس و به طمع مال و منال و زر و سیم و راه یافتن نزد شاه و مقام و منزلت یافتن در کاخ پادشاهی ترک همه چیز کرد و روانه شد. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. این پولی که بهش دادن در واقع دیه خونش بود، خونبهاش بود، ولی فکر میکرد که هدیه براش آوردن، تحفه آوردن، نمیدونست که این زر خونالودیست. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. میروی تا سوء، یعنی تا قضای سوء، تا تقدیر بدی که برای شما هست. اینو داشته باشید اینجا، این کلمه سوء القضا، این کلمه سوء القضا یه بار دیگه در پایان این دفتر در مورد امام علی تکرار شده است. اونجایی که میگوید که ای پس از سوء القضا حسن القضا، علی تو پس از قضای سوء برای من حالا قضای نیکو هستی. یه بارم اینجا باز قبلا خوندیم مرحبا یا مجتبا یا مرتضا. این کلمات که توش مرتضا هست، سوء القضا هست، داستان آخر مثنوی هم که باز راجع به امام علی هست و قصه سوء القضا و تعبیر سوء القضا هست و امثال اینها برانگیخت کسی رو که قبلا از او یاد کردم که رساله دکتری در باب مثنوی بنویسد در دانشگاه لندن، در دانشگاه سواس، یعنی اسکول آف اورینتال استادیز، و در اونجا بگوید که مثنوی کاملا نظم داره و یک پلن بر او حاکم بوده، اصلا اینطور نبوده که مولانا
هم تو هرچی به دهنش بیاد بگه یا هر حکایتی که به یادش بیاد بگه، از یه حکایتی با تداعی محض منتقل به حکایت بعدی بشه. خیلی سر رشته رو کاملا به دست داشته و دو سر مثنوی رو، دفتر اول رو و او از نظر او دفاتر دیگر رو کاملا با هم توازن میبخشیده. البته حرف زیاد او زده، اما یکی از نکاتی که اونجا داره اینه که دو سوی دفتر از یک مطلب سخن میگن، وقت اون بعد بخشای میانی رو هم تکلیفش رو معین میکنه. خلاصه کلمه سوء القضا اینجا از نظر اون آقا بی جهت و بی حساب به کار نرفته. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. در خیالش، اندر خیال اون زرگر، ملک و عز و مهتری، گفت عزرائیل رو آری بری. عزرائیل به طعن و تمسخر گفت آره برو، اینا رو هم به دست میاری، برو را بیفت، برو بهت میدن، خیال کردی. چون رسید از راه اون مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع طراز. طراز شهری بود که میگفتن شهر خوبانه. این آقای زرگر رو بردند تا اینکه بسوزد بر سر شمع طراز، یعنی بنشانندش یا پیش کنیزک که زیبا رو بود و در حکم شمع طراز بود، یا اینکه اصلا بگدازندش، یعنی خورده خورده آبش کنند. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را به دو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت که ای سلطان مه، یعنی سلطان بزرگ، آن کنیزک را بدین خواجه بده، تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع اون آتش شود. اینو بدی کنیزک حالش خوب میشه،